آره دکتر میترا بابک همراهمون هستن تا روش صحیح تنفس رو برای ریلکس شدن و رهایی از استرس بهمون معرفی کنن. بله امروز هم آموزش داریم. دقیقاً. مهربانو. خیلی وقت بود که در نداشتیم و امروز میخوایم خیلی مثل ندایی نه. خیلی جدی. ندایی شیطونه دیگه. خب ما هم شیطونیم تازه ندیدیم. کلک میزنیم. صبر کنیم بریم ببینیم چیکار کنیم. حالا امروز البته یه خورده آسان‌تره برای اینکه تنفس اون. آره ولی واقعا مال اون سخت بود. سخت بود واقعا. بعد من نشونم میبستم. خیلی‌ها برای من با اینکه اینقدر کوتاه بود و سریع بود و با خنده‌ام گذشت ولی خیلی‌ها برای ما نوشتن برای من مخصوصا نوشتن که خیلی تأثیر گذاشته روی خوابشون و استرسشون. یعنی خیلی سریع میگم از پاتون شروع میکنین صفر نگه هم داریم بعد ولش میکنین سه بار هر قسمت از بدن رو بعد نگه داشت و همین باعث میشه که الان به تنفس میرسیم. تنفس هم دقیقا همین کار رو میکنه. مایند و بادی، ذهن و بدن در کنار هم همکاری میکنن با هم دیگه و تنفس درست و صحیح اصولی عمر طولانی میکنه، بیماری ها رو از بین میبره و آرامش خیلی زیادی میده و خواب خیلی خوبی به انسان میده و استرس از انسان میگیره. ما اصولا اگه دقت بکنی نفسمون رو کامل نمیدیم داخل همینجوری از رو سر نفس کشیدن یه نفسی میکشیم. دقیقاً. اصولا حیوان ها خیلی بهتر از ما میتونن نفسشون رو نگه دارن. ما انسان ها نفس کشیدنمون خیلی کوتاهه. اگر یک دقیقه اینجوری میشه تمرین کرد یک دقیقه تایم بگیرین ببینین چند بار نفس میکشین. اگه شد 12 بار و بیشتر از 12 بار معلومه که شما نفس کشیدنمون صحیح نیست. این یکی از تکنیک هاست که میتونه هر کسی استفاده کنه مطمئن باشه که نفس کشیدنش درسته یا نه. حالا یک دقیقه بیشتر از 12 بار آره، صحیح نیست. اگه دیدیم طولانی شد یعنی معنیش اینه که تونتون. حالا اتفاقی که میفته وقتی آدم نفس تونتون میکشه از قفسه سینه‌اش نفس میکشه از اینجا نفس نمیکشه دیافراگم اینجا قرار گرفته زیر دنده ها و شش قرار گرفته که بعد از اینجا نفس کشید. برای شنا معمولا اینجوری یاد میدن از اینجا بعد نفس بکشی تا نفس طولانی تر بشه. اتفاقی که میفته به اون قسمت دیافراگم فشار میاد عضلات رو منقبض میکنه بعد که ریلیسش ولش میکنی این باعث میشه که ببین اکسیژن وارد بدن میشه اکسیژن وارد سلولا نمیشه. به همین دلیل نفس عمیق باعث میشه که اکسیژن قشنگ وارد سلولا و جریان خون بشه. در کنارش هم مواد زائد دفع بشه. این حسنشه. حسن خیلی خیلی مهم میداره. حالا میخوام من اول نفس میکشم کار آسان تر و دفعه پیش خود سخت شد برای بچه ها. من اول نفس میکشم شما نگاه کنید و عزیزانی که توی خونه هستن خیلی هاشون گفتن همون لحظه ما انجام دادیم. اگر به این صورت بشینیم اگر در حالت خواب هستیم پامونو باید بیاریم اینجوری کنیم اگر دراز کشتیم پامونو اینجوری نگه داریم. اگر در حال نشستن مثل ما الان هستیم یه دستمون رو باید بذاریم رو شکممون یه دستمون رو قفسه سینه‌مون. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه اینجوری متوجه میشیم که درست داریم نفس میکشیم یا نه. چون نفس درست این قفسه سینه نباید تکون زیاد بخوره شکم باید بیاد بالا پایین اینجوری که آدم مطمئن بشه که پس نفس کشیدنش درسته. و اگر چشممون رو ببندیم تمرکزمون و تصویر پردازیمون بهتر میشه برای با تصویر پردازی و به اضافه اینه که غیر از تصویر پردازی ما قشنگ باید به نفسامون فکر کنیم. حالا حسنش چیه ای مهربانو؟ تمام اون فوبیاها، استرس‌ها، همه اینا از بین میره. یعنی وقتی هم که میاد ناخودآگاه پرتش میتونی بکنی بیرون. فقط دارم به خودم و نفس‌هام فکر میکنم. این باعث میشه که مغز راحت میشه از این همه افکار منفی. مثل حالت مدیتیشن میمونه. دقیقاً. ببین افکار مثبت همراه با نفس عمیق، اینا با هم لینک دارن. نفس عمیق افکار مثبت میاره. افکار منفی رو دفع میکنه. پس به این صورت میشینیم. الان همتون که نشستین دارین برنامه ما رو نگاه میکنین، همین کارو انجام بدین. یه دستمون رو میذاریم رو شکممون، یه دستمون رو میذاریم رو قفسه سینه‌مون. نفس باید ببین بار اول سخته، برای راه بارهای اول سخته. بین 1 تا 4، 1 نفس رو عمیق میدیم تو، بعد تا 3 نگه میداریم، شماره 4 میدیم بیرون. یعنی ولی آدما میتونن بعضی وقتا تا 10 و 15 و 18 هم برن. تمرین اضافه میکنه. من الان یه دونه نفس میکشم، شما همه نگاه کنین.
حالا اگه یه موزیک بود چقدر خوب میشه. خیلی. حالا شما انجام بده. اولش سخته ولی شکم بیاد بیرون. قفسه سینه تکون نمیخوره. شکم بیاد بیرون. باشه دستم رو آره نخوره. شکم بیاد بیرون. آفرین آفرین. چقدر؟ اولش سخته. بشمار هر چقدر میتونی. با دهن میدیم بیرون. این صدای او بشنوین خیلی صدای زیبایی برای تمرکز. یه بار دیگه نفس عمیق. آفرین سارا. سارا یه بار دیگه سارا جان. حالا صبر کنیم بهتون فیدبک بدم. وایسین آروم چشاتون رو باز کنیم. وقتی که عزیزان چشمشون رو میبندن برای اینکه بعضی ها خیلی زیاد ممکنه برن تو خلسه، یک دوسته بشمارن آروم چشاشون رو باز بکنن. سارا خوب نبود ولی کسرا بهتر بود. وقتی من به شکمتون نگاه کردم دیدم سارا یه لحظه شکمو میاری بیرون بعد دوباره بردیش تو. میترسه. آره آره تمرین احتیاج داری. تمرین احتیاج داری. ماجیک میکنه. ببین تنش و نفس تند تأثیر میذاره رو کلیه، تأثیر میذاره رو زخم معده، باعث زخم معده میشه. یعنی اینقدر این مسئله مهمه و اکثر ما شرقی ها این تنفس عمیق رو بلد نیستیم. فقط کسانی که میرن مدیتیشن، میرن یوگا اینا رو یاد میگیرن. اکثر مردم هم که اینقدر دردسر و بدبختی دارم. امروز داشتم برنامه اقتصاد نگاه میکردم با اون هوایی که دارن، ولی میفهمم چقدر سخته با اون هوا. در اتاقا رو ببندیم، این نفس کشیدن رو تو هر شرایطی باید یاد بگیریم. بذاریم دوباره ما این نفس رو، چون ما میخوام دقیقا این نفس کشیدن رو یاد بگیریم. ببین دستتو که وقتی میذاری رو شکمت، بعد این از نفسی که میکشی شکمتو بدی بیرون، راحت راحت بدی بیرون. من وقتی که میدم نفس رو بیرون شکمم باد میکنه. برعکس چجوری؟ چجوری ممکنه؟ تو بگو چی کنم؟ خب یه بار دیگه. حالا یک واسه من بگم بعد شروع. آره ببخشید. آروم دوباره. من که خوب بودم دیگه، من نکنم، من ببینم. آره ببینین، حالا میخواییم ببینیم چی چشاتون رو باز نگه داریم. نفس عمیق میدی، میره میره تو شکم میاد بیرون. بیرون نگهش تا یک دو سه. یک کم بهتر شد و یک کس رو بهتره. دوباره یه بار دیگه نفس میره تو. میبینی چقدر سخت؟ این نشون میده که میبین در صورت که خیلی آسونه اگر یاد بگیریم، ولی نشون میده که ما چقدر کم نفس عمیق میکشیم. نشون میده که شما چقدر نفساتون تونتونه. دقیقا. بدون اینکه انسان متوجه بشه. نوزاد وقتی به دنیا میاد دقت کنین با غریزه نفس عمیق میکشه، شکمش بالا پایین میره. ولی انسان وقتی که هرچی بزرگتر میشه استرساش بیشتر میشه، مشکلاتش بیشتر میشه، عصبانیتش بیشتر میشه، نفسش هم کلاس بعد بده. من اینو باید یاد بگیرم. چجوری میدی بیرون دوباره باد میکنه شکمت؟ نمیدونم. نه 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 میاد بیرون، بعد موقعی که همروز توه دوباره میره تو، بعد دوباره میاد بیرون دوباره میره تو. یعنی اصلا روش خیلی بد بود مهربانی من. استرس میگیری همینه دیگه. آره دیگه میبینی. و اینو از بچه ها، چون قرار بود که من فکر میکنم بچه ها رو میبینم، قرار بود که بچه ها تمرینشون بکنن یه سحر رو ندا بچه ها خود رو از خونه ببینن و الان به ما امروز به ما بگن که اون خواب. ولی عزیزان برای من نوشتن خیلی ها که چقدر، یکی نوشته بود من سالها خواب عمیق نداشتم، بیدار می شدم می خوابیدم یا اصلا نمی خوابیدم، با این تمرین به راحتی تونستم بخوام. یه عزیزی دیگه نوشته بود که همونطور که گفتی از جام بلند شدم رفتم یه چیزی خوردم، یه خورده تلویزیون نگاه برگشتم اصلا دیگه تا صبح نفهمیدم چی شد. صحبت از برنامه هفته گذشته کردن. دوستانی که اگه ندیدن برنامه رو و دارن این برنامه رو ببینن، میتونن برن روی یوتیوب من و تو، اونجا قشنگ کلیپ کاملش 10 دقیقه هستش، میتونن کامل با کیف تعالی ببینن. دیگه خیلی آسونه. یه برنامه یک ساعتی خود من باید خودش حتما تماشا کنم. دقیقاً منم که میذارم روی یوتیوب و فیسبوک و همه جا، ولی به راحتی میتونن برن تماشا کنن. حالا من قول میدم، چون خیلی خواستن که ما اینو یه کلیپ کوتاه من درست کنم، من قول میدم که یه کلیپ کوتاه درست کنم، شاید شما بتونین اون کلیپو به یه نفر. من یه چیزی میتونم بذارم بکنم. یه سورپرایز داریم. آره آره سورپرایز. من اینو فقط بگم که من و تو پلاس بعد از این برنامه ادامه داره. خانم بابک روی یوتیوب و روی فیسبوک من و تو به صورت زنده هستن. تمام سوالات رو میتونه، شما میتونید این بحث رو ادامه بدین درست بعد از تمام شدن من و تو پلاس ساعت 8 شب
رأس ساعت 8 برنامه اونجا ادامه داره، شما میتونید همونجا ادامه بدید. خدافظی هم نمیخواد بکنید اونجا هست. خدافظی ندید. الان کلی با هم صحبت. ممنون ممنون ممنونیم از شما که با من تو پلاس امشب هم همراه من و سارا و بقیه دوستان بودید. بله تو من تو پلاس